<میترق> اینجا چهارای ولی است تهران بیشتر از یک ماهه که از انتشار فایل صوتی فرماندهان سپاه کفدارها گذشته اما اتفاقی درباره پیگیری محتویات این فایل نیفتاده هرچند که واکنش سخنگویان کفتارها و قوه قضایی به این فایل هم مشخص بود که قرار نیست درباره این فایل پرونده جدیدی باز شه. رمزان شریف سخنگوی سپاه 25 بهمن گفته بود تخلفی در یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون سپاه صورت گرفته بود و متخلفان هم اکنون دوران محکومیتشون رو سپری می کنن. اشاره رمضان شریف به حکم هلدینگ یاس وابسته به بنیاد تعاون سپاهی که در آن از جمله عیسی شریفی معاون سابق محمد باقر غالیباف به 20 سال زندان محکوم شد. زبیح الله خدایان سخنگوی قوه قضاییه هم گفت فایل سوتی چیز جدیدی نبوده و در این پرونده برخورد قاطع و شدیدی انجام شده. با این حال در این فایل سوتی که توسط رادیو فردا منتشر شد، بحث‌های مختلف دیگه ای مطرح شده که برای هیچ یک از اونها نه پرونده خاصی تشکیل شده و نه درباره اونها توضیحی داده شده. از جمله پرونده مؤسسه سامن و بانک انصار، پرونده جمال دینا به معامله های محسن رفیق دوست با هلدینگ یاس و همچنین نقش حسین تائه قاسم سلیمانی و محمد باقر غالیباف در این پرونده. این فایل صوتی از جلسه محمد جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران و صادق زلقدر نیا معاون اقتصادیش در سال 97 کشمکش های شدید بین فرماندهان ارشد سپاه در ارتباط با پرونده های فساد مالی رو روشن میکنه در واکنش به این فایل صوتی به دلیل برجسته بودن میزان بدهی هلدینگ یاس موضوع مؤسسات اعتباری سپاه پاسداران و ورشکسته بودن اونها به هاشیه رفته معاون اقتصادی سپاه در این جلسه از عیسی رضایی رئیس هیئت مدیره مؤسسه سامن و ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار و تخلفات اونها در این دو مؤسسه نام میبره به گفته نیا ابراهیمی در یک پرونده هزار میلیارد تومن از محل منابع مالی همراه اول که در بانک انصار بوده به فردی به نام علی اسقر شمایی داده که زمانت نامش از بانک صادرات باطل بوده و بعد این پرونده رو به مؤسسه سامن برده تا از منابع این مؤسسه برای تصویه این بدهی استفاده کنه با وجود تشکیل پرونده برای برخی از مؤسسات مالی ورشکسته در ایران و محکوم شدن برخی مدیر ایران هنوز پرونده‌ای درباره مؤسسه ی سامن تشکیل نشده و ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار ارتقا هم گرفته و بانک انصار سال گذشته همراه با چهار بانک نظامی دیگه در بانک سپه ادغام شده و آبان امسال ابراهیمی با ارتقای مقام به عنوان مدیرعامل بانک سپه معرفی شده در این فایل صوتی اسم محسن رفیق دوست که اسمش در برخی پرونده های فساد جنجالی دیگه مطرح بوده هم مطرح شده بر اساس این فایل صوتی زلقدرنیا در جلسه خطاب به جمالالدین آبرومند معاون هماهنگ کننده سپاه و از افراد دخیل در هلدینگ یاس گفته حل کردن یعنی اینکه پولی که رفته برگرده اینکه یک صورت جلسه با رفیق دوست امضا کنی که پول نمیشه او در این فایل صوتی توضیح بیشتری نداده اما وحید اشتری از فعالان جریان عدالتخواه نوشته بود محسن رفیق دوست فقط در یک پرونده املاکش در قوچحصار دماوند و اندرزگو رو به چندین برابر قیمت بزرگ نمایی کرده و با زد و بند به تیم هلدینگ یاس فروخته. رفیق دوست یکی از اولین مقام های ارشد رژیم مله ایران بود که درگیری یکی از بستگانش در پرونده بزرگ فساد مالی فاش شد. مرتزا رفیق دوست برادرش در دهه 1370 و در پرونده فساد 123 میلیارد تومنی بعد از فاضل خداداد متهم ردیف دوم بود و به حبس ابد محکوم شد. اما بعد از چند سال زندان با عفو آزاد شد در این پرونده فاضل خداداد به مرگ محکوم شد جمالالدین آبرومند معاون هماهنگ کننده سپاه و رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه از جمله افرادی که در پرونده هلدینگ یاس براش حکمی صادر نشده و اکنون دستیار رئیس مجلسه همچنین بعد از انتقاد نمایندگان مجلس به دستکاری در ردیف های بودجه 1400 اسم آبرومند به عنوان یکی از افرادی مطرح شد که ارقام بودجه را بعد از تصویب مجلس تغییر داده. به گفته زلقدر جمال آبرومند بعد از مشاهده بررسی های مالی به کسری 8000 هزار میلیارد تومنی از آن داشته اما خواهان اون شده که این نکته از حساب ها شه. بر اساس این روایت آبرومن قصد داشته بخشی از این کسری رو از طریق بنیاد تعاون سپاه پرداخت کنه که جعفری میگه این کارها ادامه خرابکاری های قبلیه در فایل صوتی فرماندهان سپاه همچنین اسم حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه به عنوان فردی مطرح میشه که از متهمان این پرونده حمایت کرده و به نفع محمد باقر قالیباف فعالیت کرده بر اساس محتویات این فایل صوتی حسین طائب گفته صادق زلقرنیا چپی یا همون اصلاح طلبه و در حالی که سازمان اطلاعات سپاه قصد داشته نجفی رو بازداشت کنه با او جلسه گذاشته فرمانده کل سپاه هم ضمن ابراز ناراحتی از سخنان منتصب به طائب میگه جلسه زلقدر نیا با نجفی با دستور او و برای رسیدگی به تخلفات مطرح در این پرونده بوده از طرفی صادق زلقدر نیا گفته محمد باقر غالیباف رئیس فعلی مجلس و شهردار سابق تهران از او خواسته با امضای یک تفاهم نامه کسری 8000 میلیارد تومانی در هلدینگ یاس رفع و رجوشه پیش از این هم درخواستهایی برای رسیدگی به تخلفات محمد باقر قالیباف در دوره شهرداری مطرح شده بود اما در نهایت پرونده‌ای برای او تشکیل نشد. بعد از انتشار فایل سوتی هم محمد سعید احدیان دستیار رسانه محمد باقر قالیباف در توییترش نوشت ادعاها علیه قالیباف در دادگاه بررسی شده و در نهایت در دادگاه دروغ بودن آنها روشن شده. به هر حال اینها در حالی که حامیان رژیم جلاد اسلامی در ایران انتشار فایل صوتی رو نه به معنای یک رسوایی بلکه به معنای افتخاری برای سپاه دونستند اما متاسفانه واکنش ها در داخل ایران به فایل صوتی تنها محدود به یک هفته اول بود و چندان گسترده نشد شاید به این دلیل که چهره نزدیک به حکومت تمایل ندارن چندان درباره اون سخن بگن و چهره های منتقد در داخل هم با احتیاط به موضوعات مربوط به سپاه وارد میشن درود بر شما هموطن عزیز مبارزات مدنی و سلجویانه در کشوری و رژیمی قابل اجراست که آن رژیم تمامیت خواه و دیکتاتور نباشد رژیم سید علی خامنه ای تمامیت خواه و دیکتاتور است پس مبارزات مدنی و سلجویانه کارساز نیست باید رو در رو چشم در چشم صورت در صورت با این عناصر نامطلوب حرامی روبرو شد و مقابله کرد پس توان جسمی و فکری خود را آماده کنید تقویت کنید خود را به سلاح سرد و گرم مجهز کنید ما یک مبارزه سنگین در پیش داریم جنگ است جنگ است جنگ است درود بر شما درود بر شما سپاسگزاریم از اینکه ما را همراهی میکنید با سابسکرایب کردن و فشردن زنگوله به بقیه هموطنان برای شنیدن این خبر کمک کنید